اگر ما روی این قسمت توی کالر کلیک بکنیم روی این خط کوچولو و به پایین درگش بکنیم شما ببینید که زیر هر کدوم از این تصاویر به طور مثال این تصویری که با هم مثلا رنگ کردیم این تصویر یا این تصویر یک سری چیزهایی نوشته شده به ترتیب از بالا P1 یا هم پرایمری یکه اس 1 که شما ببینید این سکندری یکه CFK همون کالر افکس شماست البته CFX و PO پرایمری آوت شماست از روی این شما میتونیم تشخیص بدیم که این کلیپ ها چه چیزهایی دارن و چه تغییراتی روشون اعمال شده اما نکته جالبی دیگه که وجود داره این که شما میتونید هر کدوم از اینا رو خواستین به کلیپ های دیگه هم نسبت بدین به طور مثال این دوتا کلیپ با هم فیلم برداری شدن من فکر کنم که پرایمری این رو میتونم برای این کلیپ هم استفاده کنم شما روش کلیک میکنید درگش میکنید به این گرید یک و اینجا اعمال میشه هرچند که به دلیل اینکه دو تا دوربینی که داشتن مصاحبه میگرفتن با هم کالر بالانس نبودن اصلا خوب نمیشه به همین ترتیب شما میتونید هر کدوم از اینها رو که خواستید به اون یکی نسبت بدید نکته جالبی که هست اگر شما یه گرید رو روش کلیک بکنید و درگ بکنید روی یک گرید دیگه تمام افکت ها کپی میشه اگر فقط مثلا کالر افکس رو خواستید اون رو درگ میکنید و کپی میکنید اگر پرایمری آلت رو خواستید فقط پرایمری آلت رو کپی میکنید و اگر مثلا سکندری رو خواستید سکندری رو کپی میکنید اما همونطور که قبلا گفتم گرید باعث میشه که کلش کپی بشه یه نکته دیگه جالبی که اینجا وجود داره من اگر بیام و برای این تصویر مثلا بخوام یه گرید دیگه ایجاد بکنم به طور مثال مشتری اومده از این مشتری تبلیغاتی ما اومده و از این گرید ما خوشش نیومده یا کارگردان اصرار به یک کال گرید دیگه داره من میام اینجا توی گرید میام و گرید دو رو میزنم همونطور که شما دیدین اینجا گرید یک بود اینجا گرید دو شما برای هر کلیپ توی کالر تا چهار تا گرید میتونید داشته باشید حالا به طور مثال کارگردان اینجا میگه که من میخوام فرزن این تصویر رنگ کمتری داشته باشه و به خاطر اینکه این تصویر تصویر خیلی درامیه و من نمیخوام اینقدر رنگ داشته باشه میخوام تیرگی توش خیلی تأثیر بیشتری داشته باشه ولی خود این بازیگر خیلی حس شادی نداشته باشه و حالا یه سری چیزهای دیگه شما میتونید این رو چه گرید دو انجام بدید تفاوتی که الان شما اینجا نمیبینید و انتظار دارید ببینید اینی که خب ما الان یه پرایمری این رو اضافه کردیم چرا دیده نمیشه شما حتما بعد یه بار بری روی یک کلیپ دیگه و برگردید این کار ریفرش میکنه کلیپ شما رو و حالا پیوان شما که پرایمری یک شماست اضافه میشه حالا ممکنه کارگردان بگه نه خب من از همون چیزی که تو درست کرده بودی خوشم میاد و از این میخوایم استفاده کنیم برای یه صحنه شاد به طور مثال و از اینی که خیلی حس ام... کم رنگ و کم رمقی داره زیاد شاید خوشش نیامده باشه و حس میکنه که این تصویر بهتره شما توی منوی گرید یک ست بیوتی گرید هم دارید اگر شما ست بیوتی گرید رو بزنید رنگش نارنجی میشه نکته که خیلی خیلی مهمه و بعد حتما بهش دقت بکنید اینه که این تغییر رنگ هیچ تأثیری توی کار شما نداره در واقع اگر شما چهار تا گرید داشته باشید فقط این برای اینکه خودتون بدونید کدوم گرید گرید اصلیتونه و بین اینها شاید گمراه نشید و خیلی راحت بتونید رو پیدا کنید و با یک کلیک روش اون رو خیلی سریع بتونید لود بکنید نکته دیگه که در مورد گرید ها وجود داره اینکه که کپی کردن گرید خیلی راحت توی کالر شما میتونید فرزن بگید که من این گرید رو میخوام بفرستی توی کپی کنی توی مموری بانک یکت و این گرید رو کپی کنی توی مموری بانک دوت حالا من به طور مثال اگه بیام اینجا و بگم از مموری بانک یک گرید رو پیست کن این رو پیست میکنه و اگر بگم از مموری بانک دو پیست کن این یکی رو پیست میکنه پس همونطور که دیدید کپی پیست کردن این گرید هاتون هم توی کالر خیلی خیلی راحته شما چهار تا گرید میتونید داشته باشید و بانکتون تا پنج تا میتونه باشه خب این هم از قسمت بانک و مموری بانک و این تپ های کوچیکی که زیر هر کدوم از این کلیپ هاتون میتونید ببینید